سرخط خبرها و مهمترین ها. دو طالب از سوی افراد ناشناس در بغلان کشته شد. درگیری گروه سارقین با طالبان در کابل. بریتانیا به اوکراین پول و میزایل بیشتر مفرستد و همچنان در پایان. فرماندهان ازبک از بدنه دولت طالبان خود را جدا ساختند و استقلال خود را اعلان کردند. مشروع خبرها، گزارشی از خبرگزاری سپوتنیک روسیه. منابع محلی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان میگویند که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در مربوطات این ولسوالی دو نیروی امارت اسلامی کشته شدند. با گزارش سپوتنیک، به نقل از منابع، این رویداد پس از چهار روز گذشته در منطقه نوروزک ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است و مهاجمان پس از حمله جنگ افزارهای این دو نیروی طالب را با خود بردند. منابع افزودند که از چند به این سو شب هنگام صدای تیراندازی ها از بخش های مختلف این ولسوالی شنیده می شود. شمار از باشندگان منطقه حسنتال ولسوالی بغلان مرکزی نیز میگویند که سه شنبه شب دوم حمل درگیری میان افراد مسلح ناشناس و نیروهای امارت اسلامی در این منطقه برای چندین ساعت ادامه داشت و دوباره پایان یافت. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. درگیری گروه سارقین با طالبان در کابل. سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفته است که گروه سارقین مسلح با طالبان در پایتخت درگیر شدند. به گزارش سپوتنیک، خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید که در نایه هفتم شهر کابل گروه از سارقان با نیروهای طالبان درگیر شدند. طبق معلومات آقای زدران، در جریان این درگیری ها یک سارق کشته و 8 نفر دیگر بازداشت شدند. این سارقین بیش از 500 هزار افغانی و طلا از یک خانه سرقت کرده بودند. چند پیش نیز سخنگوی فرماندهی امنیت ولایت کابل گروه طالبان در تویترش نوشته بود که در پی درگیری نیروهای امنیتی و دزدان مسلح در ساحه چارایی اسپا لب جر خیرخانه شهر کابل دو تن از دزدان جان باختند و یک تن دیگرشان زخم برداشته است. یادآوری میکنیم که با تسلط گروه طالبان، اگرچه میزان دزدی کمتر شد، اما در ماه‌های پسین به خاطر مشکلات اقتصادی میزان دزدی در شهرهای بزرگ افغانستان دوباره افزایش پیدا کرده است. بریتانیا به اوکراین پول و میزایل بیشتر مفرستد. گزارش از صدای امریکا. صدر اعظم بریتانیا ناوقت چهارشنبه گفت که کشورش برای کمک به اردوی اوکراین در جنگ با روسیه 33 میلیون دلار و 6000 میزایل اضافی به کیف فراهم میکند. از این کمک نقدی جدید معاشات نظامیان، پیلوت‌ها و منصوبین پلیس پرداخته خواهد شد. این کمک اضافی شامل راکت‌های ضد تانک و تسلیحات منفجره است. این در حالی است که قرار است روز پنجشنبه رهبران ناتو و متحدین آن در نشست تهاجم و تهدیدات روسیه را به وضع بگیرند. دفتر بوریس جانسون گفت که او در این نشست از متحدین غربیش خواهد خواست در مقابل اقدامات مسکو سرعت عمل به خرج دهد، حمایت دفاعی قوی به اوکراین فراهم کند و تأثیرات اقتصادی بر روسیه را دو برابر سازند. تاجدین سروش، یک خبرنگار افغانستان انترنشنل، در صفحه رسمی تویتر خود چنین گزارش می دهد. فرمانده های برجسته ازبک تبار طالبان در حال برگزاری جلسه در تخار هستند. قاری صلاح الدین ایوبی از کابل و تخار رفته. منابع محلی از جلسه آنها به من گفتند یکی از گفتگوهای آنها بحث مقاطعه با رهبر طالبان است. اخیراً طالبان اکثر فرماندهان ازبک تبار را خانه نشین و یا هم بازداشت کردند. ادامه خبر. بریتانیا به اوکراین پول و میزایل بیشتر مفرستد. دفتر بوریس جانسون گفت که او در این نشست از متحدین غربیش خواهد خواست در مقابل اقدامات مسکو سرعت عمل به خرج دهد، حمایت دفاعی قوی به اوکراین فراهم کنند و تأثیرات اقتصادی بر روسیه را دو برابر سازند. بر اساس معلومات دفتر آقای جانسون، بریتانیا در همکاری با شرکایش در بخش تسلیحات، دوربرد و استخبارات نیز به اوکراین کمک فراهم خواهد کرد. بوریس جانسون با نشر بیانیه گفت که ما نمیتوانیم نظاره‌گر باشیم و روسیه شهرها و شهرک‌های اوکراین را با خاک یکسان کند. صدر اعظم بریتانیا همچنان افزوده است که جامعه بین‌المللی این گزینه را دارد که مشغل آزادی را در اوکراین روشن نگه دارد.
بریتانیا پیش از این بیش از 4000 راکت مختلف نوع زیر تانک را به اوکراین فراهم کرده بود. این کشور همچنان میزایل های زیر تیاره، واسکت های زیر موزه های ماربوی و کلاهای نظامی و به ارزش 400 میلیون یورو کمک های بشری و اقتصادی را به کیف تعهد کرده است. بریتانیا گفته است که در تلاش برای مقابله با پخش معلومات نادرست در روسیه و اوکراین 4.1 میلیون یورو اضافه به خدمات جهانی بی بی سی فراهم خواهد کرد. دفتر آقای جانسون گفته است که بخش از این کمک های نقدی در تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در خصوص جرایم جنگی روسیه در اوکراین هزینه خواهد داشت. قرار است در نشست امروزی ناتو ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گونه مجازی سخنرانی کند. آقای زلنسکی پیش از این گفته بود که از رهبران غربی توقع دارد تا تظاهراتشان را به روسیه و تعهد کمک هایشان را با اوکراین افزایش دهند. آمریکا حکم محکمه روسیه مبنی بر تمدید حبس الکسی نوولنی را محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه حکم محکمه روسیه در مورد الکسی نوولنی منتقد زندانی کرملین را محکوم کرد و گفت که این اقدام به دلیل صورت گرفته است تا صدای وی خاموش شود. مدت حبس این مخالف سرسخت پوتین در حال تمدید می شود که مسکو از نزدیک به یک ماه به این سو حملات تهاجمی گسترده ای را علیه اوکراین را اندازی کرده است. ایالات متحده گفته است که انحراف افکار عامه از تهاجم روسیه بر اوکراین از دیگر دلایل است و آقای نوولنی به حبس بیشتر محکوم شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به حکم جدید محکمه در روسیه گفت حکم ساختگی محکمه آخرین مورد از یک سلسله تلاش‌ها برای خاموش کردن صدای نوولنی است. خبرگزاری فرانس پرس از قبل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که این تصمیم نگران کننده نمونه دیگر از سرکوب گسترده حکومت روسیه علیه مخالفان و آزادی بیان است که قصد دارد جنگ وحشیانه کرملین و جنگ بی‌دلیل علیه اوکراین را پنهان کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، یک محکمه در روسیه روز سه‌شنبه آقای نوولنی را به اتهام تقلا و اهانت به محکمه به 9 سال زندان اضافه محکوم کرد، اقدامی که به عنوان تلاش برای نگهداشتن بزرگترین رقیب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا حد ممکن در پشت میله های زندان تلقی می شود. حکم جدید در پی سرکوب یک ساله پوتین علیه حامیان نوولنی، سایر فعالان مخالف و ژورنالیستان مستقل است که مقامهای روسی مایل به سرکوب این مخالفان حکومت روسیه هستند. نوولنی 45 ساله در حال حاضر میعاد حبس 2.5 ساله خود را سپری میکند که در سال 2014 میلادی به اتهام اختلاس محکوم شده بود، اتهامی که از سوی این منتقد کرملین بارها رد شده است. آقای نوولنی پس از 5 ماه تداوی در یکی از شفاخانه های برلین آلمان به تاریخ 17 جنوری 2021 میلادی به کشورش برگشت و هنگام رسیدن به مسکو توسط پلیس آن کشور توقیف شد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما رو سابسکرایب، ویدیومون رو لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما رو به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش.